سلام، با خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 11 ماه دلو سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 31 ماه جنوری سال 2011 میلادی. در آغاز در خط چند خبر. تصمیم دادگاه ویژه انتخاباتی برای مهر لاک شدن صندوق‌های آرای 34 ولایت کشور. منحل شدن 7 شرکت خصوصی امنیتی وابسته به مقامات بلندپایه کشور. با خاص معترضان ضد حکومتی در مصر برای اعتصاب سراسری در این کشور. شجازکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دادگاه ویژه انتخاباتی تصمیم گرفته است تا تمامی صندوق‌های آرای 34 ولایت کشور را مهر لاک کند. رئیس نهاد میگوید که این تصمیم برای آن گرفته شده است تا از دستبرد در آرای مردم تا هنگام بررسی اعتراضها جلوگیری شده باشد. وی تاکید میورزد که بزده سیتن از نمایندگان بر حال مالیت نیز ادعاهای وجود دارند و اگر این ادعاها ثابت شوند از ادامه کار این نمایندگان در مجلس جلوگیری خواهد شد. دادگاه ویژه انتخاباتی میگوید که از میان 34 ولایت کشور تنها اعتراض‌های انتخاباتی 12 ولایت به گونه نمونه بررسی خواهد شد. رئیس این دادگاه میگوید که از 4 روز پیش تمامی آمادگی‌ها برای بررسی اعتراض‌های انتخاباتی گرفته شدند، اما کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون همکاری کارمندان این کمیسیون را با دادگاه اعلام نکرده است. د دې لپاره چې آینده کې څنور مشکلات پیدا نشي په څلور دیش ولایتونو کې به د دغه 15 نفری هیئت په حضور باندې ټول صندوقونه او هغه محرم اسناد چې په کمیسیونونو کې واقع دي هغه باید مهر لاک شي. هرچند خواستیم نظر کمیسیون مستقل انتخابات را نیز داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. از سوی دیگر دادگاه ویژه انتخاباتی میگوید که 3 تن از نمایندگان برای پاسخگویی به اعتراض هایی که به ضد آنان وجود دارند به این دادگاه احضار شدند. رئیس این نهاد می افزاید که اگر این نمایندگان برای پاسخگویی به این دادگاه حاضر نشوند، دادگاه بر بنیاد قانون در غیاب آنان فیصله خواهد کرد. هرچند این دادگاه از این نمایندگان نام نمی برد، اما می گوید که این نمایندگان احتمالاً از ولایت های فاریاب، تخار و پکتیکا هستند. به دیر احترام بانیم جلب رو تلیگلی چه دغ محترم رول په داخل د پارلمان که د طول و آغ رسومات و سره چه پارلمان لری اغیر تا په احترام سره د اساسی قانون د احترام پرنا که راشی او محکمه که چه محکمه دا آغوینه د مدعی په ارتباط بانی کم جواب غواری خپل جواب دیره. مسئولان این نهاد تاکید می‌ورزند در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کارمندانش را با دادگاه ویژه اعلام می‌کرد، کار بررسی اعتراض‌ها آغاز می‌شد. بر بنیاد گفته‌های این دادگاه، اعتراض‌های انتخاباتی با حضور داشت 15 نهاد دولتی و غیر دولتی به شمول کمیسیون‌های انتخاباتی و ریاست دادگاه استیناف در ولایت‌های مربوط انجام خواهد شد. در این حال کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی انتخاب رئیس مجلس سنا را اعضای این کمیسیون غیر قانونی می داند. رئیس این کمیسیون می گوید که بر بنیاد قانون اساسی تنها اعضای انتصابی سنا که دوره کارشان 5 سال است می توانند سمت ریاست سنا را داشته باشند. این در حال است که به دنبال تأخیر در معرفی نمایندگان انتصابی مجلس سنا روز شنبه انتخابات ریاست مجلس سنا را برگزار کرد و فاضل هادی مسلمیار را به عنوان رئیس این مجلس برگزید. پس از انتخاب رئیس مجلس سنا از سوی اعضای این مجلس، پیش از معرفی 34 عضو انتصابی سنا از سوی رئیس جمهور، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این انتخابات را مخایر قانون می داند. ماده 87 قسمت صراحت دارد که رؤسای مجلس به یک دوره تقنینی است و دوره تقنینی 5 سال. کسایی که کمتر از 5 سال دارایی دارند، عضویت دارند، اونا نمیتارند. اما مجلس سنا میگوید که انتخابات برگزار شده هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد. انتخابات هیئت اداری مشران جرگه در چوکات قانون اساسی افغانستان و اصول وظایف داخلی مشران جرگه صورت گرفته و هیچ گونه مغایرت با قانون اساسی افغانستان و اصول وظایف داخلی ندارد. مجلس سنا 102 عضو دارد که 34 عضو آن از سوی رئیس جمهور برای 5 سال منتصب می شوند.
و دو سلسه دیگر از سوی شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها برگزیده می شوند. گفته می شود که برخی از اعضای انتصابی پیشین مجلس سنا با شماری از نامزدهای معترض انتخابات مجلس نمایندگان در میان 34 سناتور انتصابی خواهند بود. اما گزارش های تایید ناشده می رسانند که 26 سناتور انتصابی پیشین از سوی رئیس جمهور کرزی دوباره منتصب شده اند و تا کنون خاطره حساقزی از کندهار، آجی جمعه از المن، جیلا همدرد از فرا، صفیه صدیقی و ملاله شینوار از ننگرهار از سوی رئیس جمهور کرزی به سنا راه یافتند. در این حال مجلس نمایندگان فیصله کرد تا برای به دست آوردن کرسی ریاست این مجلس چهره های تازه خودشان را نامزد کنند. سرانجام پس از 3 روز فیصله شد تا نمایندگان به روز چهارشنبه برای انتخاب رئیس مجلس نمایندگان به پای صندوق های رای دهی بروند. سومین روز نشست مجلس نمایندگان با خشونت های همراه بود. احترام به آرای مردم افغانستان، نشرات زنده تلویزیونی باید متوقف شد. آنچه فعلا در مجلس جریان دارد بیشتر به یک صنف مکتب میماند که مجلس نمایندگان. پس از گفتگوهای زیاد هیئت اداری و اعضای مجلس نمایندگان فیصله کردند تا چهره های تازه خودشان را برای ریاست مجلس نامزد کنند. رئیس موقت مجلس نمایندگان میگوید که یک روز برای این نامزدان فرصت داده می شود تا اهدافشان را روشن سازند. وحدت نظر بین قوای ثلاثه به خاطر نجات این ملک از این حالت رفتبار و در این بار زلت در این حال زلتبار ایجاد وزیر را میکنه که ما شما یکی دیگه خدا بپذیره و بالاخره اقرای تفاهم را پیش بگیره. مگه پدراز نمی کنم با انتخابش چیره های لما بلکل 100% موافق است. جریان صحبت های امروز شما شاهد بودیم که تو هم با خشونت بود دیگه، معلوم مطمئن نیستیم ولی او که بخصیرت آرام فیصله کرده که یک روز بعد یا آماده است که به طرف انتخابات بره. یعنی رئیس موقت مجلس نمایندگان میگوید که شریف الله کاموال، سید اسحاق گیلانی، عبدالحفیظ منصور، عبیدالله رامین، سید محمد موسا، عبداللطیف پدرام، خلیل احمد شهیدزاده، هما سلطانی، بکتاش سیاوش و عبدالستار خواصی نامزدان کرسی ریاست مجلس هستند. فرمانده گروه عراسبگر را با افرادش در ولایت نیمروز به دام نیروهای امنیتی افتاد. به گفته رئیس مبارزه با عراسبگری وزارت امور داخله، این فرمانده از پیوستنش با عراسبگران در ایران سخن میگوید. این فرمانده و افرادش تاکید میبرزند که آنان در شهر زاهدان ایران به جنگ در برابر نیروهای خارجی در افغانستان ترغیب شدند. به گفته این مردان همکاران آنان در ایران خانه دارند و پس از حمله بر نیروهای افغان و خارجی به آن سوی مرز پناه میبرند. نوار اعترافات ملا گل احمد وزیر دستانش که باشندگان ولایت های نیمروز، فرا و هلمند هستند و روز دوشنبه از سوی وزارت امور داخله در اختیار رسانه ها قرار گرفت. من در مدرسه شورشهری درس میخوندم. شورشهری منطقه سرجنگل زایدان ایران که یک شخص به نام خالد مرا برای جهاد علیه کفر و امریکایی دعوت کرد. داغ علما و تبلیغو فرموش بندی چه اثر و که بعد آغو بیا رغلیم بیا مکور در زایدان سخب تواسطه در ایران در مامورین رو رمرسه ویده و شهر زرنج ده. این مردان میگویند که آنان پس از بدست آوردن عضویت گروه های عراسفگن در ایران به منطقه برابچه هلمند رفتند و در آنجا بخشی از آموزش ها را فرا گرفتند. دیگه تعلیمات جای دیگه بود. اونجا من چی نداشتم که تعلیم را یاد بگیرم. دیگه بعد از زمود دیگه واپس گفتم برم خانه دیگه. آمدم زادن دواره. پیش از این مقام های افغان هم از برنامه ریزی حمله عراسفگنانه در بیرون از افغانستان سخن گفتند. اکنون در گفته‌های فرمانده این گروه روشن می‌شود که آنان پس از اجرای برخی از حمله‌ها به خانه‌هایشان در آن سوی مرز پناه می‌برند تا از پیگرد نیروهای افغان به دور بمانند. خلاصه من در خانه ماندم. عبدالرحمن خودش رفت اون طرف مرز که خانه‌شون زابل بود. اونجا رفت. در این باره موفق به دریافت دیدگاه سفارت ایران در افغانستان نشدیم.
در امین آل وزارت امور داخله میگوید که این گروه به اجرای بیش از 10 حمله راسفکنانه در ولایت نیمروز متهم هستند و افراد دیگر نیز با آنان در این قضایا دخیل بودند. امی فعلا به مقدار جرایمی که ما خدمت شما عرض کردم اینا اعتراف کرده، در قسمت دستگیری سایر شرکای جرمیشان کار ما ادامه داره. در هفته‌های اخیر نیاز به آماج قرار گرفتن منابع تمویل و پایگاه آموزشی راسفکنان بیشتر از پیش مطرح بوده است. بیشتر وزارت امور داخله تاکید کرد که راسفکنان هیچ پایگاه آموزشی در افغانستان ندارند و نیز در داخل کشور تجهیز نمی‌شوند. آیت اسوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به زودی به کابل خواهند آمد. شورای عالی صلح میگوید که هرچند زمان دقیق آمدن این هیئت روشن نیست، اما شمار از اعضای حزب اسلامی برای گفتگو با شورای عالی صلح به کابل خواهند آمد. این شورا میگوید که شمار از اعضای حزب اسلامی در دیدارشان با اعضای این شورا طرح را درباره چگونگی گفتگوهای صلح ارائه کردند. شورای عالی صلح از تلاش‌های این شورا برای تامین صلح و ثبات در کشور سخن میزند و میگوید که به زودی هیئتی از حزب اسلامی برای گفتگو با این شورا به کابل خواهد آمد. شورای عالی صلح میگوید که ایجاد اداره موقت، مشارکت در حکومت بر بنیاد انتخابات، خروج نیروهای خارجی تا 6 ماه از افغانستان و نیز برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و نیز شوراهای ولایتی از خواستهای عمده حزب اسلامی هستند. آیا منګه د مخکد خارجی قوتونو د وطن نو وړاندې کم تفاهم او توافق ته رسیدلی یو؟ که چرته من خپل منځونو کې توافق ته ون رسیدو او خارجي قوتونو د افغانستان وته باندې شروع کی، آیا نوې ملسمه لسیزي حالت په په افغانستان حاکم نشي، داخلي جنگونه به زور وانخلي چې د افغانستان خل نور دې توان نه لري چې ټول مرد داخلي او خارجي جنگونو شاهد اوسي او دا به دفاع خلق په دې ور کې وسوځي؟ وقتی که اسلام آباد رفته بودیم با یک هیئت 4 نفری حزب اسلامی که عبارت از قطب الدین هلال بود، عبارت از دکتر صاحب غیرت بهیر بود، عبارت از سلطان محمود صلاح بود و عبارت از قاضی صاحب نجیب الله، با این 4 نفر ششتیم. اینا یک طرح تحریری خود داده، ما سرش کار میکنیم که کدام نقاط مشترک در بین ما و در بین حزب اسلامی است که سرش کار کرده میتونیم. در همین حال آقای صف هر چند شبکه گلبدین حکمتیار را یک شبکه خطرناک میداند، اما میگوید که هر گروهی که تمایل به گفتگو با حکومت افغانستان داشته باشد از جنگ دست بکشند و قانون اساسی را بپذیرند از آن پشتیبانی میکنند. شبکه گلبدین حکمتیار یک شبکه خطرناک است، اما اینکه به نحوی می خواهد که با دولت افغانستان مذاکره کند ما هیچ گونه مخالفت نداریم. ما به تعهد خود درباره اینکه از هر گفتگوی صلح حکومت افغانستان با هر کس که باشد پشتیبانی می کنیم پابند هستیم، اما تا آغاز گفتگوها آنان دشمن مردم افغانستان به شمار می روند، باید با آنان مقابله کرد. شورای عالی صلح در حالی از تلاش‌ها برای گفتگوهای صلح با مخالفان به ویژه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار سخن می‌زند که نهادهای دفاع از حقوق بشر می‌گویند که طالبان و حزب اسلامی به خشونت‌هایشان شدت بخشیدند و حملاتشان را به جاهای عامه انجام می‌دهند. وزارت امور داخله از منحل شدن 7 شرکت خصوصی امنیتی خبر می‌دهد. این شرکت‌ها به شمار از مقامات بلندپای افغان وابسته بودند. با گفته این وزارت به زودی جنگ ابزارهای این شرکت‌ها نیز گردآوری خواهند شد. در این حال گفته می‌شود که 17 شرکت خصوصی امنیتی دیگر در پیوند با برخی از تخطی‌ها زیر پیگرد قرار گرفتند. پیوند شماری از شرکت‌های امنیتی خصوصی با مقام‌های افغان از نگرانی‌هایی است که باعث به میان آمدن شک و تردیدها نسبت به روند منحل شدن این شرکت‌ها دانسته می‌شود. هرچند وزارت امور داخله تأکید می‌ورزد که به این روند به گونه‌ای جدی پرداخته خواهد شد. 7 کمپانی که با رجال برجسته دولتی تقریبا ارتباط داشتن به شکل از اشکال، همه از اونا کمپانی ها در مرحله اول لغو شده که ما ممکن تای 2 یا 3 هفته آینده عملا لغو از اونا و جمع‌آوری سلاح را از او کمپانی ها آغاز کنیم که باز شما را در جریان حوادث از اونا قرار میدیم. این 7 شرکت وابسته به مقام های افغان از 52 شرکت امنیتی خصوصی هستند که به گونه قانونی در کشور فعالیت دارند. در این میان 7 شرکت دیگر نیز به اتهام نپرداختن مالیه، بنانکاری در قراردادها، گماشتن افراد بیشتر در کار و نیز نگهداری وسایل نقلیه بیش از اندازه زیر پیگرد قرار دارند. کمپانی هایی که در حفاظت دیپلمات ها و مراجع دیپلماتیک ایفای وظیفه می کنند، اونا تا فعلا هم به وظیفه خود برای حفاظت مراجع دیپلماتیک ادامه می دهند. بیشتر 57 شرکت امنیتی خصوصی که به گونه غیرقانونی در کشور فعالیت داشتند منحل شدند.
از این شرکت ها نزدیک به 3000 جنگ افزار سبک و سنگین به دست آمده است. جنگ افزارهایی که به روند دایاک سپرده شدند تا بعدا در صورت نیاز در اختیار نیروهای افغان قرار گیرند. اما مسلمانان هراس افغان نیستند. نماینده ویژه باراک اوباما در سازمان کشورهای اسلامی با ابراز این مطلب میگوید که انجام حملات هراس افغانان مخالف آموزه های اسلام است و دلبستگی باراک اوباما نیز به کشورهای اسلامی سخن میگوید. نماینده ویژه رئیس جمهور اوباما در سازمان کشورهای اسلامی در دیدارش با شماره از عالمان دین از تلاش های کشورش برای بهتر شدن روابط با کشورهای اسلامی سخن میزند و نیز تاکید میورزد که برخی از مسلمانان میخواهند که با انجام کارهای هراس افغانانه مسلمانان را بدنام بسازند. اسلام هراس افغانی را رد می کند. مذهب هیچگاه هراس افغانی را نمی پذیرد و این پدیده در تضاد با تمامی مذهب هاست. در این حال شماره از عالمان دین نیز از راه برد رئیس جمهور اوباما در برابر کشورهای اسلامی خوشبین هستند. مسلمانان و سر جو تفاهم ده و دی علما و سر تفاهم ده انشاءالله امید لروچی در پروگرام هم دسی جریان پیدا که در افغانستان که بدل سول و امن راشی. هر کسی که در تأمین امنیت در وطن ما با ما کمک میکنه ما ممنون احسانش هستیم. از سوی هم نماینده ویژه رئیس جمهور اوباما در سازمان کشورهای اسلامی میگوید که کشورهای اسلامی باید مشکلاتشان را با تفاهم با یک دیگر حل نماید.